خطرناک. مغز ما تمایل داره که در هر شرایطی انرژی ذخیره کنه. Throughout. یادگیری زبان همیشه و همیشه از گوش شروع میشه نه از چشم. سلام، من سارام و تو این ویدیو میخوام بهتون بگم چجوری لهجه فارسیمون رو موقع انگلیسی حرف زدن از بین ببریم. من چند ماه پیش یه ویدیو گذاشتم که گفتم آیا اصلا مهمه که لهجه داشته باشیم یا نه، و گفتم که حالا بستگی داره مثلا به خیلی عوامل زیادی، ولی حالا اگه بخوایم این لهجه ها رو کمش کنیم یا از بینش ببریم، اولین قدم چیه و اصلا چجوری باید برخورد کنیم با این داستان لهجه؟ یادتونه گفتم مفهوم که تو ذهن ماست تبدیل به کد میشه، به طرف مقابل منتقل میشه، بعد اون دیکودش میکنه، بعد مفهوم رو متوجه میشه. خب الان اگه یادتون نبودم باز گفتم. منتها تو این مسیره که این پیام کد شده میخواد منتقل بشه به نفر مقابل ما، یه سری چیزا میتونن مانع ایجاد کنن و یکی از اینا لهجه است. چرا؟ من و شما که از بچگی تو محیط فارسی زبان بزرگ شدیم، 32 تا صدا هست که به راحتی میتونیم با زبانمون، با دهانمون تولید کنیم. تو 3 سالگی احتمالا نمیتونستیم همه اینا رو تولید کنیم، ولی الان دیگه میتونیم بعد از این همه تمرین. و علاوه بر این 32 تا حرف، ترکیب اینا رو هم یاد گرفتیم. مثلا یاد گرفتیم بگیم انگیزه. میدونیم یه چیزایی ترکیبی هم این وسط ایجاد میشه دیگه، که خب تا اینجا هم خیلی هم خوب. ولی مشکل جایی شروع میشه که ما شروع میکنیم به یادگیری یه زبان جدید و اون وقتی که میبینیم اینا یه صداهای جدیدی دارن تولید میکنن که تو اون 32 تا قالبی که ما از قبل داشتیم نمی گنجه، و اینجاست که مشکل شروع میشه. یعنی میبینی اینا انگار از یه جاهایی از دهنشون استفاده میکنن که ما هیچ وقت استفاده نکردیم. منتها مغز ما قربونش بشم کلا تمایل داره که در هر شرایطی انرژی ذخیره کنه، و اینجوریه که مثلا صدای ث رو میشنوه، ث که در واقع همون ث سنخه عربیه، ما اینو نداریم تو فارسی، ولی میگه که خب اینم حالا شبیه همون ت و س و ایناست دیگه، بذار تو همون فولدر همون ت س اینا کی به کیه. و به این صورت ما یه مدت که گذشت دیگه اون صدای ث رو نمیشنویم، ث رو شکل همون ت یا س میشنویم، و به تبعش همون جوری هم میگیم. طرف داره میگه توث، تو میشنوی توت، و به تبعش هم میگی توت. میگه واش، تو میگی واش. یعنی اصلا کلا یه جور دیگه میشنویم، مسیره رو منحرفش میکنیم. مثلا ما تو یزدی به این میگیم قورباغه، قورباغه، و ق در واقع واسه ما که ق و غ دو تا حرف کاملا مجزاست، و واسه همین هیچ وقت امکان نداره که املاشو اشتباه بنویسیم، مثلا قورباغه، ولی بقیه تو شهر دیگه خیلی اشتباه می‌نویسن، چون کلا غ و غ رو یکی می‌بینن. پس این خیلی مهمه که ما این فولدرایی که تو مغزمون هست و قشنگ جدا جدا داشته باشیم و چیزا رو یکی هفشل هفویی قاطی نکنیم با هم. ستار تو فارسی وجود نداره، دو تا حرف ساکن پشت سر هم نمیان، میان یه اولش اضافه میکنیم میگیم استار. و حتی صداهای زیادی هست که ما اصلا نمیشنویم، مثلا ما میگیم ا او ا ای او، دیگه چیزی بین اینا، حالا یه جاهایی مثلا یه کمی ترکیب میشه، مثلا هوز دیگه نهایت، ولی تو انگلیسی بی نهایت حرف صدادار وجود داره، و در نتیجه وقتی طرف مثلا میگه اند، میگیم خب اند، در حالی که 1000 تا کش و قوس داشتین مثلا اند نمیشنویم دیگه. ما تو همون 6 تا فولدر خودمون اینو میذاریم، میگیم خب این ا بود اند. چرا میگن یادگیری زبان واسه بچه ها خیلی آسونه همونجوری برن تو محیط یاد میگیرن؟ چون اونا ذهنشون انقدر قالبای سفت و سخت توش وجود نداره، مثل یه لوح سفیده یا حالا یه لوح مثلا یه کمی یه چیزایی توش وجود داره. ولی فرض کنین اون بچه کوچیکی که توی یه کشور انگلیسی زبان زندگی میکنه، ولی مثلا تو خونه باهاش فارسی حرف میزنن، اگه فارسی رو هم مدام بشنوه تو خونه و باهاش درگیر باشه، این حرف خ مثلا واسش تعریف میشه، از اون طرف هم مثلا ث رو داره توی مدرسه و همه جا میشنوه و اونم واسش تعریف میشه، و در نهایت تعداد ورودی هایی که این آدم میتونه درست دریافت کنه بیشتر از 32 تاست، یعنی بیشتر از تعداد حروف الفبای فارسی و بیشتر از حروف الفبای انگلیسی، یعنی همه رو داره. خب ولی ما متاسفانه مثل اون بچه نیستیم، ما کلی قالب تو ذهنمون داریم، و حالا چگونه اینا رو از بین ببریم؟ خب اولین قدم اینه که وقتی داریم تلفظ کلمات رو یاد میگیریم به دیکتش کاری نداشته باشیم، اینو بپذیریم که دیکته کلمات به خصوص تو انگلیسی هیچ ربطی به تلفظش نداره، و قانونم یه جاهایی میشه که قانونایی ازش در برد، ولی انقدر استثناء وجود داره که به نظرم سعی نکنید قانونش رو در بیارید. انگلیسی از آلمان اومده، رسیده به بریتانیا، یه خورده لاتین قاطی شده، فرانسه قاطی شده، و در نهایت تا امروز هم همچنان داره تاثیر میگیره و تاثیر میذاره رو زبونای دیگه. حالا گرامرش میشه گفت ساده‌تر از همه ایناست، ولی کلمه ها
واقعا ترکیبی از همشه، یعنی قوانین هر کدومو تو این کلمه ها داری میبینی. پس توی لغت شناسی هر کلمه قانون خودشو داره. نمیتونی بگی مثلا اگه این تافه اینم باید نایفت باشه، نه، جی اچ هر جایی یه معنی میده. یادتون باشه که یادگیری زبان همیشه و همیشه از گوش شروع میشه نه از چشم. فلزها کامفورتیبل نداریم، کامفورتبل. میدونم باید چوکلات باشه ولی چاکلت. پس قدم اول اینه که میزان شنیدنمون خیلی 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 زیاد باشه و بیشتر از خوندنمون باشه. و هرگز هرگز وقتی که تازه داریم زبانی رو یاد میگیریم و اون مخزن شنیداریمون هنوز پر نشده، با خوندن پیش نریم. یعنی اگر داریم چیزی رو میخونیم حتما فایل صوتیش رو هم بشنویم. یعنی اینقدر این شنیدنه باید تو اولویت باشه که شما هر کلمه رو اول با صداش به یاد بیارید و بعد با دیکتش. و اینجوریه که کم کم این پیش‌فرضای ذهنی شکسته میشه و قبول میکنه که نه، انگار بین ته و سه یه صدای دیگه هم هست. وقتی بتونین حتی یه وقتای متن رو بذارین کنار، فقط گوش کنین و سعی کنین بفهمین که چی میگه، اون وقت میبینین که مثلا داره میگه important و صدای من دارم میشنم. یعنی اصلا تو این کلمه important که من همیشه میگفتم ت شنیده نمیشه. سعی کنید تا میشه میزان شنیدنتون بیشتر از خوندنتون باشه. و حتی اگر هم مثلا دارین کتابی رو میخونین حتما فایل صوتیش رو هم همزمان بشنوید تا وقتی که این پیش‌فرضای ذهنی کامل شکسته بشه و شما بتونید این کلمه رو ببینید و بلافاصله تو ذهنتون important نیاد و بفهمید اینو واقعا، چون دونستن یه چیز فهمیدن و درک کردن باز یه چیز دیگه است و این فقط وقتی اتفاق میفته که شما به میزان خیلی زیادی گوش بدید. خب بعد این مدت میبینیم مثل یه بازی میشه که مثلا پیدا کنم ببینم این یارو که انقدر خارجکی به نظر میاد چه فرقی داره با من، که مثلا با من که دارم تو کلمه رو تلفظ میکنم. من که خودم اعتقادم اینه که آدم با یک فایل صوتی و یک متن مثلا 5 دقیقه‌ای میتونه یه ماه همین جوری پیش بره و باهاش یاد بگیره و تلفظش یاد بگیره، گرامرش یاد بگیره. و یعنی روش خودم اینه، خودم اینجوری انگلیسی رو یاد گرفتم. ولی شما حالا اگرم حوصله‌تون سر میره دیگه مثلا 2 تا 3 تا 4 تا متن در طول ماه، بیشتر نه، و بارها و بارها همون یک چیز رو بشنوید. سرعتش رو به شدت کم کنید تا این صداهای جدیدی رو که قبلا اصلا برامون وجود نداشته وارد این کله کنید. قدم بعدی تکنیک سایه است که قبلا مفصل دربارش حرف زدیم و در کل واسه یادگیری زبان خیلی خوبه، چون کمک میکنه که کلا فعالانه تر گوش بدی، ولی به طور ویژه برای لهجه خیلی کمک میکنه. یعنی این که همزمان که گوینده متن انگلیسی داره یه چیز رو میگه، تو هم همزمان باهاش بگی. یعنی حالا همزمان همزمان که نمیشه، مثلا با یه نیم ثانیه اختلاف دنبالش بری مثل سایه، هرچی میگه تو هم بگی. این خاصیتی که داره اینه که وقتی که ما تکرار میکنیم به صورت عادی، که حالا ما میگیم imitate یعنی تقلید، یعنی دیگه نهایت شباهت رو سعی میکنی داشته باشه، طرف یه چیزی میگه بعد تو تکرار میکنی و تو این 3-4 ثانیه‌ای که گذشت و مثلا جمله رو گفت و تو تکرار کردی، باز ممکنه این ذهنه واسه خودش چیزایی رو تغییر بده و باب میل خودش تو قالبایی که خودش دوست داره اینو بگنجونه و در نهایت میبینی که مثلا طرف داره میگه south و تو میگه خب دیگه منم همونو گفتم، گفتم south. متوجه نمیشه که تو این فاصله چه چیزایی تغییر کرده. ولی وقتی که سیلاب به سیلاب دنبال صداها میری دیگه وقت نمیکنیم که هی فکر کنیم که این کلمه الان دیکتش چی بود، من قبلا چه جوری میشنیدم. دیگه خیلی احتمالش بیشتره که عین خودش بگی. دیگه صبر نمی‌کنیم طرف بگه important که بعد ما بگیم خب important، طرف میگه ما میگیم میگه پر، ما میگیم پر، میگه ما میگیم و یهو میبینیم که گفتم important. یعنی کلمه میشکنه به اجزای خیلی کوچیک و اینطوری احتمالش خیلی بیشتره که ذهن متوجه ظرافت‌های این زبان و تفاوتش با زبان مادری خودش بشه. حالا اینکه چقدر عین خودش بگی دیگه بستگی به استعداد موسیقی هر کسی داره دیگه. ولی نکته اینه که دفعه اول نمیشه سایه رفت. طبیعتا باید بارها تکرار کرده باشی، با متن کاملا آشنا باشی، اون وقت بری سراغ این تکنیک. یه خورده انجام دادنش همچنین قلق داره و سخته، ولی هم به شدت کمک میکنه هم خیلی لذت بخشه وقتی که درست بتونی انجامش بدی. قشنگ حس یهو حس میکنی که دارم انگلیسی حرف میزنم. و حالا میتونید با سرعت پایینم انجامش بدین، میتونید صداتون رو ضبط کنین، گوش بدین، همه اینا کمک میکنه که گوشه تقویت شه. البته که حالا همه مجبور نیستن در این حد سعی کنن عین خودش بگن. واسه من مثل یه بازی بود که سعی کنم مثلا اون لهجه رو تقلید کنم. حالا تو ویدیو قبلی گفتیم که آیا لهجه داشتن خیلی گناه بزرگه یا نه. چیز دیگه که میخوام حواستون باشه اینه که یه بخش از یادگیری زبان تو ذهن ما اتفاق میفته. یعنی کلمه ها رو یاد میگیریم، گرامر یاد میگیریم، فرهنگ رو باهاش آشنا میشیم، همه اینا.
ولی یه بخشش واقعا توی ماهیچه هامون اتفاق میفته. این حافظه عضلانی شما باید یه سری چیزا رو تو خودش ثبت کنه و این هیچ جوری اتفاق نمیفته مگر اینکه شما تمرین کنید و از این زبون کار بکشید به شکلی که میخواین تا ماهیچه اون حرکت رو یاد بگیره. این بخشش دقیقا مثل ورزش میمونه. تو اگه بخوای مثلا شنا یاد بگیری، هر چقدرم کلاس بری و درباره شنا برات صحبت کنن، در نهایت تو باید اون حرکت ها رو انجام بدی تا بفهمی چی به چیه. نمیتونی بگی خب من دیگه همه چی رو میدونم درباره شنا، آمادم برم مسابقه بدم. پس بعد از همه اینا تو میرسی به این مرحله ای که میگی خب الان تونستم بگم important، ولی هنوز یه حس عجیبی داره، انگار راحت نیستم باش. و وقتی که میخوام تون تون صحبت کنم انگار که کلملق میخورم و اصلا قاطی میکنم. و اینجاست که پای تمرین میاد واسه، یعنی خیلی ساده باید بارها و بارها انجام میشه تا روون شه واسم. یعنی مثلا شما میگین خب من الان فرق ته و سه رو میفهمم و حتی میتونم بگم ساوس، ولی هیچ وقت عمرم نگفتم the thunder threatened Theo مثلا. خب اینو باید تمرین کنم دیگه. و اینجاست که این تانگ توستر ها دیدی، این کلمه های مثلا افسر ارشد ارتش اتریش، این چیزا خیلی به کمک آدم میاد. اینا حتی گوینده هام توی زبان اصلی خودشون همیشه اینا رو تمرین میکنن، مثلا لوره رو لوله را میره که تقویت بشه ماهیچه. پس هدفمون اینه برسیم به حدی که دیگه فکر نکنیم بهش، مثل راه رفتن که اول مثلا زمین میخوردی بعد کم کم تونستی راه بری. میخوایم این حرکت هم جوری بشه که سریع بتونه پشت سر هم بیاد و دیگه بهش فکر نکنیم، ناخودآگاه بشه. پس بعد ماهیچه های زبان رو تقویت کنیم. چه جوری؟ کم کم و تیکه تیکه. اینو حواستون باشه، مثل دقیقا موسیقی میمونه. اگر مثلا ساز زده باشین، من خودم اینو خیلی تجربه کردم، چون موقعی که داشتم اولین بار موسیقی یاد میگرفتم همون موقع داشتم زبان یاد میگرفتم و این شباهتش رو خیلی میدیدم. دقیقا مثل موسیقی که مثلا دونه به دونه، ثانیه به ثانیه، میزان به میزان تمرین میکنی، میری جلو، بعد یکم میری جلو مثلا ببینی چه حال و هوایی داره، دوباره برمیگردی و خورد خورد میری جلو تا در نهایت بتونی کل قطعه رو بنوازی. زبانم همینه. این که میگم از روی یه متن کار کنین، منظورم این نیست که مثلا یه روز بشین کل متن رو حفظ کنین بعد متن رو کلا بازگو کنین. اصلا هدف این نیست. هدف اینه که شما با ذره ذره اون متن آشنا بشین. چی بگم، مثلا مو که شونه میکنی مثلا خیلی به هم ریخته است، کم کم باز میشه، هی میری پایین. این هم دقیقا همین جوریه و باید خیلی در برابرش صبور بود. و اگه با این روش پیش برین، اون وقت میبینی که مثلا هر درسی که گوش دادین، مثلا یه داستان 5 دقیقه 10 دقیقه، اینو شما مثلا 40 بار 50 بار گوش دادین، ظاهر امرینه که شما یه داستان رو یاد گرفتین، ولی در واقع یک عالمه چیز یاد گرفتین. گرامر یاد گرفتین، لغت یاد گرفتین، تلفظ یاد گرفتین. و این روشه که واسه من هم خیلی سریع جواب داد نسبت به روش‌های دیگه، همین که خیلی لذت بخش بود. و دیدم مثلا منی که 2 سال داشتم دست و پا میزدم و حالا لهجه اینا که هیچ، اصلا هیچی یاد نمیگرفتم، یهو با این روشه انگار افتادم روی غلطه. پس کلمه به کلمه گوش میدیم و با دقت تمام، انگار که هیچی مهمتر از اون کلمه در جهان نیست، تکرار میکنیم و سایه میریم. حالا میدونم این خیلی وحشتناک به نظر میاد که تو تک تک کلمه ها رو بشینی انقدر روش وقت بذاری و گوش بدی و تکرار کنی اینا. ولی خبر خوب اینه که نمیدونم اصطلاح زبانشناسیش چیه، ولی حالا بیام بهتون بگم. چی نوشته اینجا؟ بریک آجر بلر تارو ماتو محو اینا. بلانک یعنی چی؟ و بناک چی شد اصلا؟ خب این دوتا کلمه آخری رو من همینجوری از خودم در بردم. ولی خب کدومش بیشتر بهش میاد که یه کلمه انگلیسی باشه؟ طبیعتا بلانک شبیه کلمه انگلیسیه دیگه. چرا؟ چون با بی ال شروع میشه و بی ال یه، حالا من اصطلاحشه، ولی یه شروع کننده خیلی رایجه تو زبان انگلیسی. 500 هزار تا کلمه وجود داره که با بی ال شروع میشه، ولی بی ان هیچ وقت نمیبینیم که کلمه میشه. حتی کی ان وجود داره که کیش خونده نمیشه، ولی بی ان هیچ جا نمیبینیم. پس نکته اینه که شما وقتی یک ترکیب رو یاد میگیرید، یه عالمه ترکیب دیگه هم همچین واسه تون آنلاک میشه. و شما وقتی که شاید روز اول مثلا کلی تمرین کنین تا بتونین عین خود گوینده بگین بلر، ولی بعد میبینین که مثلا میتونم بگم بلاد، میتونم بگم بلاد ماجیک. من دفعه اولی که همون کلمه مهم رو میخواستم بگم چند روز مشغول بودم. هر دفعه که متن میرسید به اون کلمه واسه هم سخت بود پیدا کنم دقیقا این صدا از کجای دهن میاد، ولی بعد که مثلا رسیدم به کلمه باتن دیگه واسه هم خیلی راحت بود. باتن یعنی دکمه. حالا اگه همه این نکات رو خیلی با دقت انجام دادید و رعایت کردید، الان وقتشه که یه کار رو با حال دیگه بکنیم و اون تکنیک اغراقه.
تو ویدیو قبلی گفتم که واسه که کلمه ها تو ذهنتون بمونه با یه حالت اغراق‌آمیز اینا رو برین جلوی آینه واسه خودتون بگین که همچین بولشه تو ذهنتون. حالا میخوام بگم واسه تلفظم همین تکنیک کمک میکنه. یعنی شما وقتی که میخواین مثلا تی اچ رو یاد بگیرین واسه تو سخته، به جای اینکه مثلا دارین تمرین میکنین بگین throughout، بگین throughout. ما ایرانی ها مثلا با دو تا ساکن پشت سر هم مشکل داریم، با دابلیو مشکل داریم، با تی اچ مشکل داریم. مثلا میخوایم بگیم که Steve threw caution to the wind. Steve ریسک کرد، مثلا یک کار ریسکی کرد. به جای که اینو خیلی عادی بگیم، میام اینو با اغراق میگیم. Steve threw caution to the wind. حالا اگه جلوی آینه هم انجام بشه که بهتر، اگه صدای خودتون رو ضبط کنید و دوباره هی اصلاحش کنید دیگه خیلی بهتر. میدونم آدم یه خورده احساس حماقت میکنه ولی به شدت جواب میده. دقیقا مثل وقتی که مثلا اون کتاب صوتیه رو یه خورده تندش میکنی، چقدر فهمیدنش سخته، بعد که آروم میکنی انگار آسان‌ترین چیز جهانه. اینم وقتی که سعی میکنی با حالت خیلی اغراق‌آمیزی بگی، اون وقتی که وقتی میخوای بگی رولر، زبونت به هم گره نمیخوره. حالا تو ویدیو بعدی میخوام دونه به دونه اشتباهات ما فارسی زبان‌ها رو تو انگلیسی حرف زدن براتون توضیح بدم و بگم که چجوری رفعش کنین. Stay tuned guys. Subscribe کنین. خدافظ.